وزیرستان سازی شمال. شورای مقاومت ملی نسبت به جابجایی قومی در شمال هشدار داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آماج نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: وزیرستان سازی شمال. شورای مقاومت ملی نسبت به جابجایی قومی در شمال هشدار داد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان می گوید که طالبان با جابجایی مهاجران اخراج شده از پاکستان در شمال افغانستان قصد دارند با فتح اجتماعی این منطقه را تغییر دهند. شورای مقاومت ملی روز یکشنبه 28 اقرب در بیانیه نوشته گروه طالبان با این کار همبستگی مردم افغانستان را برهم می زنند. این شورا در ادامه افزوده جابجایی قومی در شمال، اسکان مهاجران، همزیستی و امنیت منطقه را با خطر مواجه می کند. شورای مقاومت ملی این تصمیم را نفاق افغانی خواندند. در اعلامیه منتشر شده سوی این شورا تاکید شده که مهاجران باید به مناطقی که سکونت اصلی آنها بوده جابجا شوند. شورای مقاومت ملی گفته اگر طالبان برنامه دیگر ندارند، چرا مهاجران اخراجی را در مناطق مشخص در شمال افغانستان جابجا می کنند؟ مشخص است که طالبان برای برهم زدن بافت اجتماعی این مناطق این برنامه ویرانگر را روی دست گرفتند. این شورا به طالبان هشدار داده که اگر جلو این کار گرفته نشود، هیچ کسی از جمله خود این گروه در امان نخواهد بود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در ادامه اضافه کرده که طالبان با آغاز این روند زمینه نفاق بیشتر، پراکندگی و جدایی مردم را فراهم می کنند. این شورا با انتقاد از حکومت پاکستان گفت اخراج مهاجران خلاف حسن همجواری و کنوانسیون 1951 ژنو است. شورای مقاومت گفت حکومت پاکستان مهاجران را به دلیل استفاده طالبان از حضور پناهندگان در پاکستان برای تربیت و تقویت گروه تحریک طالبان پاکستان است. این در حالی است پس از اعلان حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از این کشور، نهادهای جامعه بین المللی از این حکومت خواست تا مهاجران اخراج نکنند، اما حکومت پاکستان مهاجران را دلیل اصلی ناامنی در این کشور دانسته و با قاطعیت روی این تصمیم ایستاده است. و در یک خبر عاجل، حاجی محمد محقق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: بسم تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. با تأسف مطلع شدم که محمد داوود وحدت، افسر پلیس قماندانی امنی دایکندی در دوران جمهوریت، در شامگاه یکشنبه 28 اقرب 1402 به ضرب چندین گلوله جلو درب منزل خیش به شهادت رسیده و به رحمت الهی پیوسته است که مایه اندوه این جانب گردید. شهادت مظلومانه این افسر سابق و صدها و هزاران شهید قتل های هدفمند زنجیره‌ای محصول تبانی خیانت بار آمریکا و حکومت به اصطلاح امارت اسلامی طالبان است که این گونه بعد از اعلام عفو عمومی قربانی شده و می شوند. این مصیبت وارده را به فامیل محترم، اقوام و بستگان و همفکران آن شهید مظلوم تسلیت گفته از خداوند متعال برای ایشان مقام رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسلط دارم. و السلام علی عباد الله الصالحین. حاجی محمد محقق، مسئول حزب وحدت اسلامی مردم و رئیس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا دوری دیگر بدرود.